سلام دوستان، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. امروز من اومدم با آموزش یه قیمه نثار خوشمزه و اول از همه میخواستم تشکر کنم از همتون با کامنت هایی که میذارید، انرژی مثبتی که به من میدید برای ادامه کار و همچنین از آنای عزیز از آلمان که گفتن اسمشون رو داخل کلیپ بیاریم. موادی که ما لازم داریم، یه پیاز بزرگ، 300 گرم گوشت گوسفند، زرشک، خلال پسته، خلال بادام، زعفرون و برنج. ادویه هایی هم که باید به گوشت بزنیم، من هم براتون حین درست کردن میگم. همین که فلفل سیاه هستش و زردچوبه و نمک و زعفرون خیلی مهمه و پودر زنجبیل. میریم آماده کنیم اول گوشتمونو که پیازو میذاریم سرخ بشه، گوشتمون هم میریزیم داخلش. برای قیمه نثار گوشتمون کامل باید پخته بشه و بعد اینکه یه نکته دیگه که خیلی مهمه، بی آب باشه، یعنی تنگاب به قول قدیمی ها باشه. اگر آبدار باشه خورش جدا میذارن بغل مثلا برنج، ولی خب بیشتر اصلش اینه که کم آب بگیرید که روی برنج تزیین بشه. خب پیازمون داره سرخ میشه، قشنگ سبک که شد گوشتو اضافه میکنیم. بیرونم که انگار زمستونه، عین عیده. حالا میریم سراغ زردچوبه. فلفل سیاه. حریره زنجبیل. پودر زنجبیل هم میتونید بریزید. خب من اینا رو یه تفت میدم. نمک هم که اولش اضافه نکنیم به خاطر اینکه گوشتمون زودتر بپزه. دیگه اواخر پخت نمک رو بزنیم. گوشتمون هم قشنگ باید الان تفت داده بشه، رنگش عوض بشه. حالا رب اضافه میکنیم. من این رب رو خودم پختم. تفت میدیم قشنگ بوی خامیش بره. حالا قشنگ که تفت داده شد، آب رو اضافه میکنیم و میذاریم بپزه. الان میذاریم جوش بیاد. وقتی که جوش اومد شعله رو کم میکنیم و میذاریم برای خودش بپزه. اینی که من الان داخل زود پز ریختم، آب کمتر ریختم. شما اگر با قابلمه میپزید آبش رو یکم بیشتر بریزید. خلال بادوم چون یکم سفته، با گلاب یه نیم ساعت خیس کنید که نرم بشه. میخواییم برای غذامون استفاده کنیم. خب آب جوش اومده، من الان برنجو میریزم، آب کش میکنم و بقیه ماجرا. برنجمون رو دم میکنیم. بچه من قبلا آموزش جامع و کامل برنجم گذاشتم، این بالا براتون میذارم، برید ببینید. الان ما کره و یکم روغن رو میذاریم روی شعله برای آماده کردن مغزامون. به خاطر این میگم یکم روغن اضافه کنیم که کره رو اگه خالی بذاریم روی شعله زود میسوزه. زرشک رو ریختیم، اولی تفت کوچیک میدیم، یکم هم شکر میزنیم که ترش نباشه، میذاریم کنار. بقیه از هر کدوم که تفت دادیم، یکی دو تا قاشقشو من برداشتم، با زعفرون یه تفت میدم برای داخل خورشمون، بقیه هم که برای تزیین روی برنج. آخر پخت نمکمون رو اضافه میکنیم. برای سرو ما برنجمون رو میکشیم. ببین گوشتمون چقدر آبش کم شد. کم آب بهتره چون میخواییم بدیم روی برنج. مغزا رو که گفتم با هم مخلوط کنید و قاطیش میکنید. اینم برنج زعفرونیمون برای تزیین روی برنج. حالا به سلیقه خودمون اینو تزیین میکنیم برنجمون.
دوستان از همینجا ازتون خداحافظی میکنم. اگر ویدیوهای منو دوست دارید لطف کنید سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره.